ناظران از پایان تمرینات نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران خبر میدهند و تهران همچنان بدون وقفه رجزخوانی میکند. من مهدی مهدوی آزاد و امروز چهارشنبه دوم آبان 1403 23 اکتبر 2024 خانم ها آقایان خوش آمدید به چشم انداز. خانم آقایم بگذارید تحولات رو براتون تحولات چند روز اخیر رو خیلی سریع مرور کنم. یک شنبه شب کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو تشکیل جلسه داد. این جلسه از غروب یک شنبه آغاز شد تا ساعت اولیه بامداد دوشنبه، یعنی حدود 8 ساعت طول کشید. منابع اسرائیلی گفتن در این جلسه برخلاف آنچه که تصور میشد خیلی بحثی در مورد حمله به ایران و زمان حمله به ایران نشده و از وزیران هم خواسته نشده که برای زمان حمله به ایران تصمیم گیری کنند. ظاهرا قرار هست فقط زمان کوتاهی قبل از آغاز عملیات از وزیران کابینه نظر خواهی بشه و مجوز لازم برای اعطای اختیار به نخست وزیر و وزیر دفاع اخذ بشه. گفته میشه نظر خواهی نیازی به تشکیل جلسه نداره، بلکه میتونه تلفنی هم انجام بشه. هدف از اون هم ظاهرا صرفا این بوده که موعد حمله به ایران درس پیدا نکنه، مخصوصا بعد از درس پیدا کردن اسناد فوق محرمانه آمریکا. ظاهرا حساسیت بیشتر هم شده. دیروز شنبه به گفته منابع اسرائیلی به تمام اعضای کابینه اطلاع داده شد که اسرائیل به زودی یک حمله بزرگ به ایران خواهد داشت. و سرانجام امروز چهارشنبه یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از یک پایگاه هوایی بازدید کرد و در دیدار با خلبانان و مقامات نیروی هوایی اسرائیل گفت شما این افتخار رو دارید که در جنگ هفت جبهه شرکت کنید و در تمام این جبههایی که ارتش اسرائیل و نیروی هوایی حضور دارن، یعنی غزه، لبنان، یهودا و شومرون، یعنی ظاهرن، یعنی کرانه باختری، سوریه، عراق، یمن و ایران، ما به پیروزی های روشن رسیدیم و خواهیم رسید. آقای گالانت تو این دیدار که بگفته بعضی ناظران نشانه از پایان تمرینات نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران بود و هست، تاکید کرده که بعد از اینکه ما به ایران حمله کردیم و حمله بکنیم، هم در اسرائیل و هم در جاهای دیگه متوجه خواهند شد که فرایند آماده سازی شما و توانایی های شما شامل چه مواردی است. خانم آقایم با این وصف میتونیم بگیم عملیات تلافی جنگی اسرائیل علیه ایران که ظاهراً درش دیگه تردیدی هم وجود نداره، حالا نزدیکتر از هر زمان دیگری است. احتمالاً با پایان پیدا کردن تمرینات نیروی هوایی اسرائیل دیگه نه روز شمال بلکه ساعت شمال جنگ آغاز شده. این البته به این معنی نیست که منطقاً ظرف ساعت آینده یا یکی دو روز آینده جنگ میشه. ممکنه همین امشب باشه، ممکنه دو ماه دیگه، یه ماه دیگه. به این خاطر که ظاهراً بخشی از استراتژی یا تاکتیک اسرائیل مخصوصاً بعد از حمله به خونه آقای نتانیاهو مسئله غافلگیری هست. اما در طرف مقابل امروز حزب الله لبنان سرانجام اعلام کرد که آقای صفی الدین که توسط سپاه به عنوان جانشین حسن نصرالله انتخاب شده بود و اسرائیل با بمب‌های سنگرشکن بهش حمله کرد، کشته شده و جسدش هم پیدا شد. به این ترتیب با تایید خبر حذف صفی الدین، تنها گزینه باقی مانده برای رهبری حزب الله شیخ نعیم قاسمه که گفته میشه به دستور خامنه ای احتمالاً توسط هواپیمای وزیر خارجه ایران به ایران منتقل شده و پنهان شده. یعنی حزب الله باز هم بدون رهبر مونده. انتخاب شیخ نعیم قاسم یک معنای بزرگتر هم داره. او در واقع یکی از معدود رهبران در رده بالای حزب الله بود که تقریبا هیچ چیزی از جنگ نمیدونست. تقریبا هیچ چیزی. او در واقع صرفا یک رهبر ایدئولوژیک است و انتخاب او به این معنی است که حتی اگر لبنان هم باشه کار زیادی نخواهد نمیتونه انجام بده. بنابراین همچنان فرماندهی حزب الله لبنان به عنوان بخشی از نیروهای در واقع سپاه پاسداران بر عهده فرماندهان سپاهی خواهد بود که حالا در زاهیه در بیروت مستقر شده. اما در ایران چیزی که شما میشنوید همچنان رجزخوانی، تبلیغات و تبلیغات هست و نه چیز دیگه. جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران توی حرفای خیلی خنده‌دار و بامزه تاکید کرد که اسرائیل چیکار میتونه بکنه؟ ما تا دلتون بخواد موشک داریم. در حالی که تعداد موشک‌های داره کیفیت با کیفیت ایران، البته ایران خب صنعت موشک‌سازی داره قابل انکار نیست، مثلا موشک با کیفیتی که مثلا بتونه آسیب بزنه و خیلی در واقع بتونه به نقطه برخورد بکنه، تخمین زده میشه الان کمتر از 600 700 دونه هست. این تخمین اسرائیلی هاست، من نمیدونم. در این حال آقای جعفری گفته که ما تا دلتون بخواد موشک داریم و میگه اسرائیل چیکار میتونه بکنه؟ به همین سادگی.
نیروهای در واقع هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی الان به سه دسته اصلی تقسیم شدن. دسته اول اساسا ساکتن، یعنی سکوت در مقابل این بحران رو، بحرانی که مدام داره بخش اقتصادی ایران بیشتر به هم میریزه، بورس رو به هم میریزه، قیمت طلا به هم میریزه، قیمت ارز رو به هم میریزه، اضطراب اجتماعی رو داره تشدید میکنه. فکر من سکوت در مقابلش، حالا یا با کلاسیه یا درستش همینه، اصلا در مقابلش ساکت هستن. بخش دیگر نیروها که ظاهرا هدفشون یا ته دلشون این هست که از تنش بکاهند، ظاهرا در دولت پزشکان مستقر هستن بخش اصلیشون، اونها مجبور شدن در واقع دهناشون رو ببندن به خاطر فشار سنگین دستگاه قضایی. و بخش دیگر نیروها که همون در واقع نیروهای جناح علی خامنه‌ای هستن، کاری جز رجزخوانی، تبلیغات و البته تهدید نیروهای داخلی ندارن. کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که چون که دیروز هم گفتم جبهه پایداری و نیروهای در واقع چندرو متعلق به رهبری جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتن، بیانیه صادر کردن و در اون از شورای امنیت ملی خواستن دادگاه‌های زمان جنگ، دادگاه صحرایی تشکیل بده و هر کسی که در ایران از روزنامه‌نگار و تحلیلگر و صاحب نظر تا نمیدونم مقامات دولتی، هر کسی که از این رهبر حماس که کشته شد از اون انتقاد کرده رو دادگاه نظامی، محاکمه نظامی بکننش، یعنی تیبرانش بکنن، یه همچین چیزی. کار جمهوری اسلامی به چنین جایی رسیده، کار جبهه مقاومت به این نقطه‌ای رسیده که در واقع خودشون هم میدونن نه تنها محبوبیتی وجود نداره، بلکه برای ساکت نگه داشتن مردم باید تهدیدی در حد تشکیل دادگاه‌های صحرایی و نظامی رو بگذارن روی میز، بلکه بتونن جامعه رو کنترل بکنن. من شمیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم اینجاست، همچنین حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی از کانتیکت، و عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه در مرکز ملی ضد تروریسم از ویرجینیا و همچنین پژوهشگر و نویسنده. اول سلام و عرض ادب دارم خدمت هر سه بزرگوار، متشکرم که به من فرصت دادید. بذارید از شما شروع کنم جناب امیر که در اسرائیل هستید، و از شما در واقع بپرسم که اونجا دقیقا چه خبره، چرا اسرائیل حمله نمی‌کنه، جا زده، ترسیده، و آخرین اخبار در مورد زمان حمله رو اونچه که شما شنیدید و خوندید چی هست؟ بله، انتظار ندارید که من بگم چرا حمله نمی کنه، ولی یه نکته رو میتونم بگم و اون این است که فردا پنج شنبه روز سیمخات تورآ، یعنی از طبق تقویم عبری همون روزی است که گروه های ترور حماس به اسرائیل حمله کردن و اون جنایات رو مرتکب شدن، طبق تقویم عبری که با تقویم میلادی یه خورده تفاوت داره. بذارین مردم اسرائیل و سربازان و خلبانان این تعطیلات عید رو به راحتی به کیف و عشق و اینا تمام بکنن، بعد نوبت جنگ میرسه، چه عجله‌ای دارین؟ درسته که آقای گالانت رفت با خلبانان. آقای امیر عذرخواهی میکنم، ببخشید واسه حرفتون، این عید دقیقاً کی تمام میشه؟ چون من زیاد شنیدم که یکی از دلایل تعلل عید هست. عید دقیقاً کی تمام میشه؟ عرض کردم فردا آخرین روز، فردا سیمخات تورآ، بله، شادمانی تورات که بله، البته بعدش هم جمعه شنبه است که باز اون دو روز هم تعطیله، ولی این من شوخی کردم، من فکر نمی کنم که تعطیلات عید بتونه یک عامل اساسی باشه در تعیین تاریخ حمله به انجام حمله به ایران، ولی یک اختلافات شدیدی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره، هم در مورد لبنان و هم در مورد شیوه و ماهیت و ابعاد و هدفهای جنگ در ایران، که اسرائیل باید از یک سو نادیده بگیره، از سوی دیگر توجه بکنه. ما در شبی با هم سخن میگوییم که در ظرف 14-15 ساعت گذشته 200 راکت از لبنان به اسرائیل شلیک شده. حالا شما بفرمایید که هاشم صفی الدین کشته شد، این کشته شد، اون یکی کشته شد، ولی تجاوز و تعرض به اسرائیل از داخل خاک لبنان ادامه داره. اسرائیل نمیتونه سکوت بکنه. اسرائیل تهدید کرده بود سال گذشته که اگر حزب الله از داخل خاک لبنان بخواهد که تعرض وسیعی رو علیه اسرائیل انجام بده، ما اسرائیل رو به عصر حجر باز خواهیم گردان. ما هیچ اشاره‌ای به این تهدید نمیبینیم. درسته اسرائیل در اضاحیه، در نقاط مختلف، در سور، در سیدا،
در جنوب لبنان و باز مرکز و شرق لبنان هم عملیاتی انجام داد، ولی این اون چیزی نیست که اسرائیل آماده بود که انجام بده. در مورد ایران هم فشارهای سنگین آمریکایی از آقای بلینکن واقعا در این سفری که آخرین سفرش که به اسرائیل داشت به این کشور فشار آورد. بنابراین میخوام خلاصه بکنم، ممکنه که از یک شنبه آینده این حمله انجام بگیره، ولی اون موقع حدود 12 روز به انتخابات آمریکا باقی مونده. خب این 12 روز رو هم که اسرائیل میتونه صبر بکنه، تحمل بکنه، هر روز که میگذره این به سود اسرائیله. بنابراین شاید حمله بعد از روز انتخابات ایالات متحده انجام بگیره. در مجموع هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. خیلی متشکرم آقای امیری. از بدی یک سوال دیگه هم بپرسم بعد برم خدمت دوستان. البته در مورد تعطیلات شما درست میگید، ارتش منطقه ربطی به تعطیلات نداره، ولی خب این تحلیلم قابل فهمه که چون حمله اسرائیل ممکنه پاسخ ایران داشته باشه برای مثلا آرام نگه داشتن جامعه خودشون ایام عید، به هر حال چون عید مذهبی هم هست، مثلا عقب انداخته باشن. این داستان هفت جبهه‌ای که آقای نتانیاهو میگه، در رسانه‌های ایران میگن این مسئله ایدئولوژیک یا مذهبی هست. آیا درسته در واقع در متون مذهبی یهود چیزی در مورد حمله هفت جبهه یا همچین چیزهایی دارید؟ البته آقای نتانیاهو موقعی که میگه منظورش کرانه باختری و حماس و حزب الله و انصار الله یمن و عراق و سوریه و ایران هست. منتها آیا در متون مذهبی یهود ما چیزی در مورد هفت جبهه داریم؟ باطل عواطیل. در هیچ، درسته که هدف هفت یک عدد مقدسی در تمام ادیان و در تمام یا بسیاری از فرهنگ‌های جهان هست، ولی هیچ ارتباطی نداره. یک واقعیتی است که اسرائیل در هفت جبهه گرفتاره و یکی یکی باید به نوبت روی اینها اقدام بکنه. الان فرصت ایرانه که باید انجام بشه. اگر نشه اسرائیل قدرت بازدارندگیش رو از دست خواهد داد، فاجعه بزرگتری در راه خواهد بود. ولی بهترین موقع است برای حمله به ایران. ببینید، گوشت الان نابود شده در ایران، چون پروازهای ایران به خارج قطع شده. آقای پزشکیان میفرمایند که ما درسته بازنشستگان حق دارن، دیگران حق دارن که اعتراض میکنن، درست قبول داریم که نون گرون شده، قبول داریم که این مشکلات اقتصادی هست، ولی پول نداریم. چرا پول نداریم؟ به خاطر اینکه این نامردان آمدن و یک جنگی رو میخوان به ما تحمیل بکنن. حالا این نامردان کی هستن؟ اسرائیل که داره جنگ رو به رژیم ایران تحمیل میکنه، که این منظور واقعی پزشکیان بود، ولی نامردان خود حکومت ایرانه که در هفت جبهه اسرائیل رو گرفتار کرده. تمام این جبهه ها از پول و توطئه و تعریضی و ایدئولوژی و ایمان مذهبی حکومت ایران ناشی میشه. ممنون شما. متشکرم. آقای دایی خوش آمد میگم به شما هم. خوب شد داستان هفت جبهه رو من پرسیدم از آقای منش امیر. مدت ها بود میخواستم از یک کارشناس یهودی، یک شهروند یهودی بپرسم، به این خاطر که این آقایی که جبهه مساف رو انداخته بود، رائفی پور، پدر تئوری توطئه در ایران، این چندین بار چند جا همین و اون جریان ادعا کردن که نمیدونم این در یهود چه چیزی پیش بینی شده از این جور تئوری های توطئه. آقای امیر راجع به گوشت و اینا صحبت کردم. میدونید که در ایران ما الان لایحه ای که دولت آقای پزشکیان داده در واقع لایحه جنگی، اساسا چیز عجیب و غریبیه. یعنی بگذاریم از افزایش حیرت آور بودجه های نظامی، از این پخش کردن پول نفت، از اینکه بگذاریم اساسا این بودجه در همین نگاه اول بیش از نیمیش قرار است استقراض باشه و شرایط اقتصادی. با این اوضاع ما نشانه از عقب نشینی یا نمیدونم صلح یا آشتی یا دوستی در دولت نمیبینیم. حتی وزیر خارجه داره از کشور بر کشور میره، گفته میشه داره تهدید میکنه. شما بازی جمهوری اسلامی رو چه میبینید؟ فکر به چی کار داره میکنه آقای دایی؟ بله، با درود به شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگان عزیز، من یک نکته رو قبلش بگم که ما الان ماهاست در مورد این درگیری صحبت میکنیم، احتمال حمله اسرائیل هم صحبت شده بارها. ببینید، پیشبینی که خب طبیعتاً کار دشواریه، ولی برخی از هموطنان نگرانن، حتی فعالینی که
به شدت ضد جمهوری اسلامی هم که ممکنه جنگ بشه و شرایط جنگی حتی جنبش رو به عقب بندازه و و و ادعای هموطنان هم امید دارن که با این درگیری ها جمهوری اسلامی بیش از پیش تضعیف بشه و فضای اتفاقا فراهم بکنه به جنبش. ولی در مقابلش هم یادمون نره اسرائیل دستبستگی های زیادی داره و باید نظر آمریکا رو هم ملاحظه بکنه. اینطور نیست که بزرگترین یکی از بزرگترین سرمایه های استراتژیک اسرائیل آمریکاست، حمایت آمریکاست. نمیتونه آمریکا هم پول بده، هم حمایت نظامی بکنه، هم در دفاع از اسرائیل شرکت بکنه، هم در مجامع بین المللی و سیاسی از اسرائیل دفاع بکنه، ولی حرفی برای گفتن در مورد تصمیم گیری ها نداشته باشه. بنابراین این دستبستگی ها رو هم باید در نظر داشته باشیم. ولی همه اینها رو که ما بحث بکنیم که اسرائیل چه کارهایی میتونه بکنه در چه چهارچوبی که با باور من توضیح خواهم داد، هدف اصلی اسرائیل علارغم اختلاف نظرهایی که اینه که جمهوری اسلامی و به اصطلاح محور مقاومت یا همون محور جنایت رو تا حد امکان به قدری تضعیف بکنه که تا چند سال واقعا امکان به اصطلاح حمله به اسرائیل به هیچ وجه نداشته باشن، تهدیدشون به حداقل کاهش پیدا کنه. این درخواست حداقلی اسرائیل. اما جمهوری اسلامی دنبالش چی؟ ببینید واقعش اینه که یه نکته در نظر داشته باشیم. حالا دهه اول انقلاب جمهوری اسلامی درگیر جنگ بود. از موقعی که خامنه ای اومد و سپاه قدس یه نیروی مجزا شد و اصلا کلا عملیات برون مرزی و تقویت حزب الله و و و عملیات تروریستی روش کرد، این مسئله سیاست منطقه جمهوری اسلامی که در بنیان خودش جنگ صلیبی با اسرائیل و دشمنی با آمریکا قرار داره، این رو برای خودش مایه حیات میدونسته. بگنه برای رضای خدا یا مردم فلسطین که این ولخرجی ها و این کارها رو نمی کرده. فکر می کرده با این کارها می تونه قدرت نمایی بکنه، در داخل یارگیری بکنه و چیزهای دیگه که حالا جای بحث چیه. بنابراین براش مایه حیات بوده. آیا الان این داره تبدیل میشه به تناب دار جمهوری اسلامی؟ یعنی انقدر الان این ضربه خورده، ما از هر طرف نگاه بکنیم درسته میگم چارچوب ها، دستبستگی ها، نگرانی ها همه وجود داره، ولی یادمون نره جمهوری اسلامی ضربات مهلکی در این چند ماه خورده و به نظر من فرصت بازسازی هم براش بسیار دشواره. تفاوت داره با سال 1982 و 2006 و غیره. جمهوری اسلامی ضعیفه. بنابراین در یه مخمصه است آقای مهدوی در پاسخ شما. از یک طرف نمیتونه دست بکشه، لااقل تا زمانی که خامنه‌ای هست دست نخواهد کشید از این سیاست منطقی و این رجزخانی. باید یه حداقلی هم عملیات چه حزب الله باشه چه حوثی‌ها باشه و غیره نشون بدن که بگن ما زنده ایم، هنوز نمردیم به طور کامل. این از یک طرف. از طرف دیگه خطرم هست که این همین تنش‌ها رو اگه افزایش بده میتونه جنگ رو به داخل ایران بکشه و اون موقع بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که ضعف بسیار شدید در داخل میتونه حکومت رو تضعیف بکنه، تضادهای داخلیش رو روش بده، فضا فراهم بکنه برای جنبش مردمی. خیلی متشکرم. شما بخشی از آیدای بخش سوال من رو که شاید سوال دوم از خودتون بود و حتما سوال از قانه فر بود جواب دادید. متشکرم. سوال اولم هنوز کامل جواب نگرفتم، دور بعد دوباره ازتون میپرسم که سیاست جمهوری اسلامی الان دقیقا به نظرتون چی هست. ولی آقای قانه فر به شما خوش آمد عرض میکنم، ممنون از صبرتون. آیدای بخشای گفتن میخوام از شما دقیق تر بپرسم، چون در ایران یه بخشی از مخالفین یا شاید یه بخش از شهروندان آسیب دیده، اینا تصور میکنن که مثلا اسرائیل ممکنه حملهش باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه. آقای نتانیاهو یه پیامی هم داده، یه دفعه فکر میکنن که آقای اسرائیل برنامه‌ای داره. از اون طرف در داخل ایران میگن نمیدونم اینا دنبال جنگن، مخالفین دنبال جنگن. شما به من بگید آیا این در واقع عملیات نظامیه که از اسرائیل الان انتظار میره، حالا فوقش دوباره ایران بزنه دوباره اونا بزنن، این منجر به مثلا چیزی مثل سرنگونی حکومت یا تغییر نظام خواهد شد؟ و اگر نخواهد شد چه تأثیراتی ممکنه در سیاست ایران مثبت یا منفی بگذاره؟ از ادب و احترام به همه دوستان حاضر و بینندگان عزیز، من عرض بکنم که بهتر خامنه‌ای کتاب فتوحات شاه سلطان حسین رو بخونه. البته همچین کتابی وجود خارجی نداره، ولی فکر میکنم خامنه‌ای در همچین شرایطی هست و این به اصطلاح مردم ایران اگر بخشیش به طور علنی خواهان جنگ هستن، خیلی از دید رئالیستی واقع‌گرایانه بخوام نگاه بکنیم، علت اولش ناامیدی مردم، مایوسی مردم از تغییر نظام هست. یک نظام استبداد دینی
و نظام استبداد دینی درش توقع تغییر نداشته باشید. شما نگاه بفرمایید در 19 مهر پارسال وزیر اطلاعات همین خطیب که خودش در گروه تروریستی بوده قبل از 57 اومد گفت فتح الفتوح. فتح الفتوح چی هست؟ در واقع همون حمله اعراب هست به ساسانیان و فروپاشی ایران. یعنی اینا عرق ایران که ندارن، فقط صرفا فکر میکنن نماینده خدا هستن و معلوم نیست کدوم خدا، کدوم خدا در جهان در واقع طرفدار تروریسم هست، کدوم خدا طرفدار جنایت و شرارت و خباثت هست. هیچ. و خامنه ای این رو میدونه و مردم ایران میگن که چون امیدی به تغییر داخلی در نظام استبدادی نیست، شاید جنگ پایه های حکومت رو لرزان بکنه. دومی و مسئله سماجت جمهوری اسلامی در سرکوب داخلی است. بنابراین مردم امید به فروپاشی بستن. حالا چه اسرائیل حمله بکنه چه نکنه، این امید فروپاشی رو نمیشه از جامعه گرفت. سومی فروپاشی اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی، اجتماعی در ایران هست که این رو دیگه نمیشه بازسازی کرد در دورانی که جمهوری اسلامی در قدرت هست. مغول و تاتار همچنین جنایاتی در ایران نکرد، همه چی از بین رفت و بنابراین از بورس گرفته برید تا محیط زیست که کارشناسای هر رشته میتونن بیان بحث بکنن، چیزی از این ساختار باقی نمونده. نکته دیگه فقدان جایگزینه. یعنی چی؟ یعنی در تونل وحشت، در این کویر وحشت، یک کورسو امیدی مردم ایران میخوان داشته باشن، حالا فرد باشه، حمله خارجی باشه یا هر چی باشه. نمیشه از مردم توقع داشت همه جان پل سارتر بشن، همه هنری کیسینجر بشن و بگیم جنگ مضراتش اینه، فوایدش اینه. اینو نمیشه از جامعه 90 میلیونی توقع داشت. ولی جامعه 90 میلیونی به نظرم هم مغمشون در سوس شدن پایه های لرزان خامنه‌ای است و این به نظرم نکته اصلی است که مردم نیمگاهی دارن به اینی که آیا حمله اسرائیل به نهادهای نظامی امنیتی رژیم ملایان موجب رسیدن به آرزوشون میشه، آیا مسیر پر فراز و نشیب و پر خطر فروپاشی در ایران آیا به اینا کمک میکنه. به نظرم از اون دید میشه توقع داشت که مردم چجوری به قضیه دارن نگاه میکنن. خیلی متشکرم آقای منشامی. همین چند دقیقه پیش چند تا رسانه داخلی، مثلا مشخصا سهام نیوز که منم اتفاقا دوستش دارم، اینا خبر دادن که من این خبر سهام نیوز رو براتون میخونم. منابع رسانه‌ای در آمریکا مدعی شدن زمانی که وزیر خارجه آمریکا منطقه را ترک کند، عملیات اسرائیل علیه ایران آغاز خواهد شد. نمیدونم این حالا درستی شد، از این حساب خیلی زیاده، ولی به هر حال تخمین زده میشه. تخمین شما این بود که دو سه روز دیگه به هر حال به زودی تخمین زده میشه انجام میشه و ما دو سه بارم شنیدیم که اهداف آپدیت شده. مثلا بعد از حمله به خونه آقای نتانیاهو گفته شد یا ادعا شد که ممکنه به مقامات جمهوری اسلامی حمله بشه. بر اساس آخرین اطلاعاتی که شما دارید و چیزایی که در رسانه میبینید، آیا به نظرتون اسرائیل ممکنه مقاماتی از جمهوری اسلامی سیاسی یا نظامی رو هدف بگیره و بیشتر سراغ کدام اهداف خواهد رفت برای آخرین اطلاعات اگر بخواید آپدیت کنید؟ ببینید، امکانات اسرائیل برای حمله به ایران محدوده. چرا؟ به خاطر اینکه لبنان با مرز اسرائیل 1 کیلومتر یا 10 کیلومتر یا حد اکثر 40 کیلومتر فاصله داره. ایران با اسرائیل از 1200 کیلومتر شروع میشه تا 1600 کیلومتر. هنوز معلوم نیست که اسرائیل بتونه از حریم هوایی عربستان سعودی برای رسیدن به ایران استفاده کنه یا نه. آقای بلینکن قرار بود که بره اردن، سفرش رو به اردن لغو کرد که بتونه بره عربستان و بشینه با مقامات اون کشور صحبت بکنه. اینها مسائلی است که ما هنوز دقیقاً نمیدونیم، ولی اسرائیل در جنگ‌ها هدف انتقام گیری نداره، هدف تلافی نداره، بلکه هدفش این است که بر دشمن خودش چنان ضربه‌ای وارد بیاره که درس عبرت بگیره و مدت مدیدی، حالا چقدر باشه من نمیدونم، مدت مدیدی فلج بشه و دست از تعرض و تجاوز برداره. و این کار رو اسرائیل در سال 2006 با حزب الله در لبنان کرد، چنان ضربه‌ای بر حزب الله وارد آورد که به مدت 12 سال 13 سال
حزب الله دیگه جرأت نکرد تعرضی نسبت به اسرائیل بکنه. البته خودش رو دائما آماده جنگ میکرد و هر روز پیشرفت میکرد، برنامه ریزی میکرد، اجرا میکرد و غیره. با توجه به این چه که گفتم و من هیچ اطلاعی ندارم، هیچ منبع خبری موثقی ندارم، ولی بر حسب ارزیابی ها و تجربه‌ای که اندوختم میتونم بگم که اسرائیل تمام هدفهایی رو که باعث بکار انداختن ماشین جنگی رژیم ایران میشه سعی خواهد کرد که آسیب برسانه بهش. اول با پایگاه ها و قرارگاه های حزب الله، کارخانه های تولید موشک، امکانات دیگری هست. احتمال داره که اسرائیل بخواد ریشه درآمد مالی رژیم ایران رو خشک بکنه و اون آسیب رساندن به پایانه نفتی در جزیره خارک هست. اگر لازم باشه میتونه سیستم برق ایران رو فلج بکنه، که درسته که تمام پایگاه ها ترانسفورماتور دارن، ولی این هم میتونه آسیب برسونه. و در مورد شخصیت های سیاسی رژیم، من تصور میکنم که اسرائیل این امکان رو به اون آزادی که در لبنان داره نداره، ولی خب افراد زیادی هستن در ایران که منتظر فرصتن و میتونن در انجام این یاری بکنن. در مرحله نخست اسرائیل تلاش خواهد کرد که ماشین جنگی رژیم ایران رو فلج بکنه. بعد پرسش مهم دیگر این است که آیا رژیم ایران بسنده خواهد کرد و صبر و شکیبایی نشان خواهد داد و یا دوباره به اسرائیل اعتراض خواهد کرد. من اگر رئیس جمهور یا رهبر رژیم ایران بودم میگفتم خاک بر سرتون. سه شرط لازمه برای جنگ، وارد شدن به میدان جنگ. این است که یک ارتش قوی داشته باشید که رژیم ایران نداره، جز موشک هیچ چیز دیگری نداره. دوم، اقتصاد قوی داشته باشید که میبینیم داره فرو میپاشه بدون اینکه اسرائیل حمله بکنه یا نکنه. در ظرف این چند روز اخیر بهای دلار 7 تومانی شده 69,000 تومان و مشکلات دیگر رو که بهش اشاره کردیم. بعد یک عامل دیگر، این حمایت مردمی از ارتش و از نیروهای مسلح و رژیمی است که میخواهد در برابر دشمن خارجی مقاومت بکنه، این رو هم ندارن. من انقدر در ظرف 2 هفته اخیر پیام‌هایی گرفتم از داخل ایران که خدا خدا میکنن که اسرائیل حمله بکنه. این است که در خلاصه میکنم که اسرائیل نیروی محدود داره، این نیرو رو باید خیلی با طراحی دقیق برنامه ریزی بکنه که هر کدوم چی کار بکنن. اون چه که من نمیدونم ولی احتمال داره که اجرا بشه، اجازه عربستان سعودی برای استفاده از حریم هواییش هست. این سفری که بلینکن به طور ناگهانی به عربستان داشت خیلی برای من سوال برانگیزه. و اسرائیل در درجه اول خواهد کوشید که ماشین جنگی رژیم ایران رو فلج بکنه یا تضعیفش بکنه و این بدون تردید زمینه رو ایجاد خواهد کرد که مردم ایران بر شدت حملات خودشون به رژیم بیفزایند. همین فریادی که اون آقا در ایران اینترنشنال برای گوش میکشید، اگر ایشون الان 1 نفر بود فردا 100 نفر میشن، پس فردا 1,000,000 نفر میشن. رژیم نخواهد توانست که در برابر اینها ایستادگی بکنه. همین خبری که شما دادید که دارن یک حکومت نظامی و دادگاه‌های صحرایی ایجاد میکنن، این است که اسرائیل با تدبیر بسیار باید، نمیگم انجام میده، ولی باید هدفها رو انتخاب بکنه، هدفها محدود باشه ولی بسیار کشنده، دردناک و فلج کننده باشه. خیلی خیلی متشکرم. در مورد سفر بلینکن البته گفته، اتفاقا همینم
بحث هست و من برای همین سال قبل از آقای دایی پرسیدم، گفته میشه که من میفهمم این هستش که این سفر در واکنش به سفر آقای عراقچی به کشور عرب هست و آقای سفر آقای عراقچی وزیر خارجه ایران به کشور عرب اون چیزی که آدم میشنوه از منابع که به هر حال میتونه بهشون اعتنا کنه ولی رسانه‌ای نیستن، اینکه ظاهرا خیلی با توپ پرشون رفته و عرب تهدید کرد و حتی سفری که در واقع بحرین انجام شده. حالا راجع به همین در واقع میخوام از شما بپرسم آقای دایی، ببینید سیاست ایران به نظرتون داره چیکار میکنه؟ یک همون سوالی قبلی پرسیدم و یه چیزی در ادامه حرفایی که آقای امیرزاده من شمیر ایشون گفتن اسرائیل محدوده، درست هم میگن و من تازه میگم محدودتر از حرفایی که آقای منشاء میزد. ببینید الان اسرائیل هر روز داره لبنان میزنه، هر روز داره لبنان میزنه، یه عالم بمب ریخته، باز هنوز اهدافی از حزب الله لبنان مونده، اونم حزب الله لبنان یه گروه. ایران 170 80 برابر لبنانه کشورش، یعنی کشور 170 برابر لبنانه، این یعنی که خب جمعیتش بیشتره، دو تا ارتش داره، یعنی خیلی پایگاه نظامی داره، خیلی گسترده است. ما میگیم یه موشک، یه دونه کارخونه که نیست، از جنوب تا شمال ایران اینا سایت دارن، تولید دارن. بنابراین واضح است که اسرائیل حتی اگر تمام هواپیماش هم استفاده کنه میتونه 200 تا 100 تا هدف بزنه، نمیخواد مثلا دو هفته شد حمله کنه که یه روز بخواد یه شب بخواد عملیات کنه. به نظر شما اسرائیل در ادامه حرفای آقای منشمیر مجبور خواهد شد کجاها رو بزنه بیشتر و چه تصمیم خواهد گرفت؟ بله، نکته اول در پاسخ به سوال قبلی اینه که به باور من شما یادتون هست آقای مهدوی سال 2002 و 2003 که آمریکا به افغانستان حمله کرده بود، میخواست به عراق هم حمله بکنه، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم افشا شده بود، در موضع بسیار ضعیفی بود. اصلاح طلبان اون موقع نامه‌ای به خامنه‌ای نوشتن که آقا وضع خیلی خرابه، خلاصش ما باید خیلی کوتاه بیام و سازش کنیم و غیره. پاسخ که خامنه‌ای اون موقع داده بود که من تا این به این طور بود تلویحاً که ما باید یک کمی به اصطلاح کوتاه بیام ولی سعی کنیم طوفان رو اثر بگذرونیم تا بتونیم دوباره به اصطلاح کارامون رو ادامه بدیم و این کارو کردن، با سه کشور اروپایی توافقی کردن که پنهانی هم کارهای خودش رو میکردن تا اینکه آمریکا در باتلاق عراق که گیر کرد دوباره احمد نژاد آوردن و شروع کردن. این بار فرصت اینو ندارن، به این معنی که الان خامنه ای آرزو میکنه که در لبنان یه آتش بسی بشه، در غزه هم یه آتش بسی بشه، البته منم انتظار دارم، امید دارم در غزه آتش بسش بشه و این فجایع انسانی پایان پیدا کنه، ولی خامنه ای از نظر دیگری نگاه میکنه که بتونه فرصت بازسازی داشته باشه. ولی جنگ ادامه داره، سال 2002-2003 یا 1996 که خاتمی رو برش مجبور شدن بیارن تهدید آمریکا بود، اون موقع سیلی های سخت نمیخوردن هر روز که مجبور به پاسخگویی بشن. بنابراین الان شرایط متفاوته و اون نسخه قبلی خامنه ای نمیتونه جواب بده، در یه مخمصه بسیار جدیه. در مورد اسرائیل ببینید، من با یکی از دوستان صحبت میکردم از کارشناسان مسائل خاورمیانه است در واشنگتن سالیان سال، میگفتش که برخی از این ایرانیان دوست دارن اختلاف آمریکا و اسرائیل رو که ممانعت میکنه هر برخی اقدامات اسرائیل رو فقط در دستگاه مماشات ببینن که مثلا بایدن ضعیفه نمیگذاره اسرائیل بزن حمله کنه و خب برخی از ایرانیان هم انتظار بیشتری دارن. فقط این نیست، بالاخره خود همین آقای نتانیاهو سال 2002 هست ویدیوهاش، یکی از مبلغان اصلی حمله آمریکا به عراق بود و وعده میداد که بعدش خاورمیانه بهشت برین خواهد شد و اتفاقا دوستان آقای نتانیاهو در واشنگتن بودن که طراحان اصلی حمله به عراق این فاجعه بزرگ تاریخی و استراتژیک برای آمریکا بودن و بعد خروج از برجام مجبور کردن یا فشار آوردن با آقای ترامپ که از برجام خارج شه با همه ضعف‌های داشت، بدون که هیچ پلن بی داشته باشه، هیچ چشم‌اندازی براش داشته باشه و الان می‌بینیم که در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای همه رو هم می‌ندازن گردن بایدن. یعنی واقعا آقای ترامپ که نزدیک به 3 سال قبل از پایان ریاست جمهوریش تصمیم به خروج از برجام گرفت، فکر نمی‌کرد که ممکنه تحت تحریمایی که در زمان خودش هست کافی نباشه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد کوتاه بیاد، خب پلن بی نداشتن. بنابراین این تجربیات و سوابقی که در لبنان بوده، در غزه بوده، مسئله فلسطین روز به روز و این فجایع انسانی، فشار عظیم افکار عمومی در جهان علیه اسرائیل، الان شما تصور بکنید تقریبا همه مجامع بین‌المللی، تمام سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی
اسرائیل رو محکوم میکنن. خب آمریکا مسئلهش اینه و منم دارم هموطنان میگم ببینید ما یه چارچوبی نمیدونیم چه خواهد شد. جمهوری اسلامی هم تا الان به شدت ضعیف شده و ضعیفتر خواهد شد، ولی فکر نکنیم که مسائل پیشبینی نشده نیست، بحران ها نیست، فجایع نیست. و در پایان هم میگم حالا فرصت شد خواهم گفت، به باور من نه اسرائیل و نه آمریکا خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیستن. یک. دوم، تا زمانی که اسرائیل و آمریکا آلترناتیو جایگزین مورد نظر خودشون رو، مناسب خودشون رو که قدرتمند باشه، شرایط گذار رو با قدرت بتونه عبور بکنه، ایران ناامن نشه، به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی نمیرن. این سوریه بشار اسدی که با یک تلنگر آمریکا یا اسرائیل از بین میرفت و میره، حاضر به سقوطش نشدن. بنابراین در مورد ایران هم چارچوبا رو حفظ بکنیم، خارج از مدار به باور من نشیم. خیلی متشکرم آقای قانیفر. آقای دایی گفتن که جمهوری اسلامی ضعیف شده، ضعیف‌تر خواهد شد، تحلیل در واقع خیلی است. منتها شما که نگاه میکنید مقامات اسرائیلی میگن که مثلا حتی خود جمهوری اسلامی، من دیدم مقامات نظامی ارشد اسرائیل گفتن که حتی جمهوری اسلامی هم نمیفهمه اینجا داره حزب الله لبنان چه بر سرش میاد که اصلی ترین سلاح جمهوری اسلامی بود. به ایران که رسانه حکومتی نگاه میکنید میگن نه آقا اتفاقی نیفتاد، چند تا شهید دادیم، چند تا آدم میاد جاش. شما اگه بخواد ارزیابی بی‌طرفانه بکنید، اتفاقاتی که تو یک سال اخیر افتاده بعد از عملیات تروریستی 7 اکتبر، مشخصا اتفاقاتی که تو حزب الله لبنان افتاده، حملاتی که حوثی ها شد، بحث هشت و شعبی کتایب حزب الله عراق و همچنین حزب الله لبنان، آیا جمهوری اسلامی چقدر ضعیف شده، چه آسیبی دیده و تحلیلتون از آسیب و خسارتی که جمهوری اسلامی دیده چی است؟ عرض کنم یک شعری هست اینجا، شاعرش واقعا یادم رفته ولی بینندگان میتونن پیدا بکنن، که هر کی خود را فقیه میخواند یا ولی بهر خلق میداند، در حقیقت وی را مگوی فقیه که بود این چنین فقیه سفیه. شاعرش یادم نیست. این ولی فقیه یا سفیه وقیه یک پیرمرد زبان نفهم که اختیار ایران رو در اختیار گرفته و فکر میکنه خلافت اسلامی شیعه رو در هلال شیعی باید بازسازی بکنه. خب این غیر ممکن هست، نظم جهانی همچین چیزی رو، همچین اجازه‌ای رو نخواهد داد، چه در دوران دموکرات‌ها چه در دوران جمهوری‌خواه‌ها. در کتاب‌های متفاوت هست که نهادهای امنیتی بیشتر به دنبال حذف تهدید بودند نه به دنبال تغییر رژیم. فقط در دوران ریگان به خاطر رئیس CIA وقت یه گهگاهی یه نیمچه تمایلاتی به رژیم چینج بود. حالا بیایم ببینیم که از نظر رئالیستی ساختار بین‌المللی واقعا چرا در شرایط فعلی بیشتر به دنبال رفع تهدید هستند. یک شرارت و محور شرارتی جمهوری اسلامی درست کرده، اسمشو گذاشته مقاومت اسلامی، با گروه‌های تروریستی که این گروه‌های تروریستی خب بینندگان اسمشون رو شنیدن، حزب الله، هشت شعبی، سرایا، بعد سرایای قدس و غیر، فاطمیون، زینبیون، حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه های دیگه که حالا وقتش نیست. خب این شبکه تو در توی تروریستی رو سپاه قدس، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میچرخونه. حاصل چی هست؟ در ذهن ملا اینه که این باعث یک نوع بازدارندگی میشه. خب این به هر علمی بریم غلطه، چه علم روابط بین الملل، چه علم علوم سیاسی، چه علم مطالعات امنیتی، ولی ملا اینو نمیفهمه. ملا هیچ سودی برای جامعه ایران نداشت. در دوران صفویه و در دوران قاجار همراه شاهان ظالم بودند برای ویرانی، برای قتل عام، برای حمایت از جنگ روس، برای از دست دادن خاک ایران، برای انضمام خاک ایران به عثمانی. جدیدن هم تشریف فرما شدن با چین و روسیه که ایران رو حراج بکنن. از ملا چیزی برای مردم ایران به دست نیومده و یک زنگوله خرافات و گردنبند توحش هم به گردن آویختن که هر جا بریم صدا بده. خب این رو الان اختیار مملکت در اختیار شبکه اختاپوس مذهبی ملاست. ملا هم با علم مخالفه در کل در اساس، ولی از دید رئالیستی اسرائیل داره رفع تهدید میکنه و اینها بودند که اومدن اسرائیل رو تهدید کردن با اون گروه های تروریستی. اینها بودن موشک شلیک کردن. هیچ وقت اسرائیل نیومده روس رو مار نصب بکنه در وسط اورشلیم، چیه ما میخوایم ایران رو نابود بکنیم، همچین چیزی نیست. ولی متاسفانه ملای شیعه این کار رو کرد
و این فضای تو در تو در بین چهره‌های مثلا اپوزیسیون ما هم بود که تمایل داشتن به بحث مردم، بحث ملت، بحث ستم دیدگان جنگ، بحثی است که فکر نمی‌کنم هر انسان عاقلی بیاد و مخالف باشه، ولی جنگ هیچ سودی توش نیست و هیچ جنگی هم مقدس نیست، ولی ملا نمی‌فهمه، همه رو قربانی میکنه، سرکوب میکنه در داخل کشورش، در خارج از کشور تبلیغات میکنه صرفا به خاطر اینکه بگه منم آن رستم دستان که کس ندولد، ولی همچین چیزی در عالم واقعیت نیست. و تضعیف جمهوری اسلامی به نظرم همین ایدئولوژی ویرانگر خمینیسم هست که الان باطل شده، بیاد شده است و هیچ بازاری هم بخوان خراجش بکنن خریداری نداره و جامعه ایران متوجه مسئله شده. خیلی متشکرم. 3 دقیقه فکر کنم وقت داریم، اگر هر کدوم بزرگ کنید 1 دقیقه جواب بدید میتونم یه سوال از همه بپرسم که انصافم رعایت بشه. آقای منشمیر، بحث اعراب میخوام بپرسم. با توجه به حرفایی که از وزیر خارجه ایران میشنه، احتمال میدید جمهوری اسلامی به اعراب حمله بکنه؟ نه، مسلم است که تمام این تهدیدها تهدیدهای تو خالی هست، چون اگر واقعا حکومت ایران بخواد به کشورهای نفخیز منطقه خاورمیانه یا به پایگاه‌های آمریکایی یا به سربازان آمریکایی، ناوگان دریایی آمریکا لطمه‌ای وارد بکنه، آمریکا ناچار خواهد بود که وارد جنگ بشه و این چیزی است که حکومت ایران نمی‌خواهد. و به نظر من همه تهدیدها و تهدیدهایی که عراقچی انجام داد در این سفرها بی حاصل بود و کسی نه عربستان باور می‌کنه و نه دیگر کشورها. خیلی متشکرم. آقای دایی، سوالی که از شما می‌پرسم خیلی سخته، ولی تو 1 دقیقه باید جواب بدید. ببینید، این لایحه بودجه رو که اگر دیده باشید متوجه میشید که سال بعد چه اوضاع اقتصادی وحشتناکی خواهیم داشت. منظورم اینه که علاوه بر مسئله اسرائیل و مشکلات، تبعاتی که خواهد داشت، حمله بکنه نکنه هر چی بشه و تبعاتی خواهد داشت، جنگ خارجی، کم کم اوضاع داخلی هم بسیار بسیار بدتر خواهد شد. پیش بینی تو چیه برای سال آینده دست فضای ایران و آیا این فضای تیروتاری که پیش بینی میشه ممکن هست حکومت رو به عقب هل بده؟ من فکر کنم که خامنه ای با حمله تروریستی 7 اکتبر فکر میکرد که میتونه اتفاقا مسائل داخل ایران، یعنی خطر آتششان خشم مردمی رو به سایه ببره. پیش خودش فکر میکرد من که جنبش رو سرکوب کردم، الان با این پیروزی در منطقه همه رو میریزم تو جیب خودم، قدرت نمایی میکنم، برای یک دوره خودم رو مثلا تضمین میکنم، با آمریکام شاید بتونم یه معامله سر هسته‌ای بکنم، همه چی تو جیب منه. ولی حساب اون طرفش رو نکرده بود که این جنایتی که 1 سال پیش کرد و این جنگ افروزی که حزب الله کرد و این حملاتی که خود جمهوری اسلامی کرد، چه از طرق مختلف، این داره براش بد میشه. و مهمترین نقطه آسیب جمهوری اسلامی هم همونه، در داخل ایران آسیب پذیریش در مقابل مردم ایران. به باور من یکی از دلایل 7 اکتبر همین مسائل بود، برای پوشوندن این مسائل بود، اتفاقا داره برعکس میشه. آن چیزی که مایه حیات خودش میدونست داره به تناب دارش تبدیل میشه. خیلی متشکرم. آیا اقوانی فکر کمتر از 1 دقیقه، آیا حملات اسرائیل تنش های داخل حکومت در بین مقامات رو بیشتر میکنه یا اونا رو به هم نزدیکتر میکنه؟ به نظرم مردم ایران رو به هم نزدیک میکنه، ولی مقامات جمهوری اسلامی که طرفدار ولی فقیه هستن، شسوشوی مغزی داده شدن، منتظر امام زمان جعلی هستن که بیاد اونا رو نجات بده و چیزی نیست. در عالم واقعیت مردم ایران هستن که باید مساله و منافع ملی خودشون رو نجات بدن و این قده سرطانی رو به دوبالدان تاریخ بندازن که این کار رو خواهند کرد. و من معتقدم جنگ اجنبی، یعنی بین بخش‌های مختلف قدرت شکاف نمیندازه تو 20 ثانیه. به نظرم طرفداران خامنه‌ای پیاده نمیشن. اینا فکر میکنن غنایم جنگی هست و مردم ایران رو فدا بکنن که برن به دیدگاه امام زمان جعلی و همچین چیزی امکان پذیر نیست. بسیار 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 سپاسگزارم از منشمیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، همچنین حسن جایی پژوهشگر فعال سیاسی از کانتیکت و عرفان قانیفر نویسنده پژوهشگر تحلیلگر خاورمیانه در مرکز ملی ضد تروریسم از ویرجینیا. خانم آقایم، بارها گفتم بازم میگم، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه، در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.